اللهم صل الله محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از سلام ادب احترام و تسلیت این ایام خب ما عرض کردیم خدمت شما که تربیت دینی ما ما را به سمت مراعات کردن و حبس اسرار و رازداری میبره یعنی اگر اون چه که اهل بیت برای ما و قرآن مشخص کردن یعنی سقلین مشخص کردن درست انجام میدادیم به ذات اون تشکیلات قبیه شیعی شکل می گرفت و چون عرض کردم ما تربیت دینیمون معمولا کامل نیست یه بخشی از دین رو می گیریم. و این باعث میشه بخش دیگری که نداریم جور دیگه جبران می کنیم، پرش می کنیم که اونا الزامن دینی نیست تربیت عرفی است و تربیت عرفی یعنی چی؟ تربیت عرفی یعنی این که مثلا توی دینی ما اصلا جهیزیه نداریم چون این طرف مهریه رو میگن آقاین خب اون طرف هم بدونید جهیزیه نداریم امیر المومنین سپرش و فروخ رفت وسایل خونه رو خرید وقتی این طرف یه چی عرف دیگه میگه آقا این وسایل خونه رو آماده میکنه تا یه حدودی تو هم مثلا خونه رو آماده کن نمیگم الزامن هر چیز عرفی هم قلطه ها نمیگم این هم چه رو اما خب دینی نیست دیگه اینطور نیست نکته دیگه این که گفتیم بسیار سفارش شده بر این رازداری و بدونید چه تعداد آدمهایی تا الان کشته شدن که مذهب تشیع بمانند رازداری میکردن ارز کردم همسر طرف خبر نداشت شوهرش چی است اینطور رازداری میکردن اینطور تقیه میکردن بعد یا یه نفر بیاد الان به این مذهب ضربه بزنه فیلم کنه همون آدم که اونجوری بیچارش کردن پوست سرشو کندن عجیب قریب بوده شکن جایی که میکردن اجداد همین ها بودن دیگه بعد او دنیا بیخیال شما میشه او به کنار خدایی که میره یه بنداش اینجوری برای این مذهب زحمت کشید یکی دیگه با بیمبالاتی خودش ضربه میزنه بیخیالت میشه ولت نمیکنن ترسناکه خود شما باشی میبخشی بچه ها یتیم بشن به سختی بزرگ بشن چه 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 بعد ببینید یه نفر دیگه میدید تو همین اسرای خودمون در همین جنگ تحمیلی چه شکنجه ها شدن برای اینکه اخبار و آدرس و اطلاعات و نظامی ازشون گرفته بشه که این کشور ضربه نخور بعد حالا یه نفر با یه اختلاسی با یه کسافتکاری با یه رفتار غلط ضربه میزنه این اینی که شما مثلا چه میدونم کلی دقت کردی از یه چه میدونم شیء نفیس حفاظت بکنی بعد بینید زدن زد اندختش. این خیلی خطرناکتره سختره برای همین همه باید مواظب هم باشن همه باید هم دیگر امر معروف بکنن نهی از منکر بکنن باید هزینه انجام منکر در جامعه بره بالا برادران من خواهران من امام تو وصیت نامش یه بند میمی داره ظاهرا حالا اینکه ظاهرا نشه نمیدونم میم بود چی بود تونجا میگه یه روزی لیبرالیزم حاکم شد بر کشور و تونستن قانونا دیگه کاری نتونی بکنی اون موقع باید بیاید بسات اینا رو بزنید به هم نذارید سیستمشون حاکم بشه نذارید این همه حرفای این شبه های ما سالاز پنج سال من دارم حرف میزنم تو این موضوع میگه نذارید سیستمشون حاکم بشه برای چه عبا قیام میکنه؟ چون یزیم دیگه داشت سیستم میکرد اینو دیگه ریلگزاری صورت میگرفت دیگه انقدر قشنگ مابی زد همه رو کش به سرش هم جا خودش برخلاف تمام اون تعهد اینجا با موسیقی میگه اصلا باید باید استاد و اجازه نداد هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته من نمیذارم این کارو بکنید و دقت هم بفرمایید دیگه بعدو کسی جرئت نکرد امام معصوم علنی بکشه یعنی امام حسین جان همه بعد خودش رو کرد هیچ کسی که جرعت نکرد از لاک کفر رسما کفر میگفت یزید برای تو خوندم شبهای گذشته چه آدمی بود جلوی فرزند شهید اون کارا کرده بود لبین رو نبودن چی کارا میکرد رسما کفر میگفت میگفت بابا بنی هاشم با حکومت بازی کردن کشک چی ماست چی وحیه چی بابا این تو دهنی که تو آشورا خورد رفت تو لاک دفاعی بقیهشون دوباره میگن ما مسلمانیم فلانیم رمانیم جامعه رو از کفر کفر سیستماتیک برگردون به همون نفاقی که بود حالا باید زحمت بگیشیم آدم رو از این نفاق خارج کن انقلاب ما همینه جامعه ما همینه فکر نکنید ما تافته جدا بافته ایم اگر امر معروف نهی از من کرد نسبت به مسئولین تو جامعه بمیره بلایی که سر جامعه امام حسین و جامعه پیغمبر آمد سر ما میاد ده برابر الناس الا دین ملوک مردم به روش مسئولی نشونه یه موقع از شما یه آدم عادی تو کوچه خیابون امر و معروف نهی یه موقع از حالا من این که شناخته شده تر هستم دارین کنه یه موقع از آدم مسئول عالی رتبه ای که همه میدونن میشناسنش اکثریت کشور میشناسنش او رو امر معرف نهی از منکر میکنیم این وظیفه مونه کسی میتونه وظیفه ما رو از ما بگیره که بین ما یزیدیم هی امکان نداره فکرش هم نکنه کسی یا تعطیل میکنیم پیرامشکار در میاریم محرم قرمز اون میکنیم یا اینکه یا اینکه که, که دیگه اصلا وجود ما با تو همین مسیر باید بمونیم مسیر ابو عبدالله مسیر امر معروف نهی از منکره و وقتی صد هم معروف نهی از منکر رو بیاری فقط تو یه هیته خاص به که فقط مثلا در مورد پوشش آدم ها. اون هم سر جای خودش اما اصل امر معروف نهی از منکر مسئولینه اینا رو دین مردم از سر میگذاره رو نگاه مردم از سر میگذاره ملاحظه داشت ابا عبدالله اگه میخواست مثل بعضی از ماها فکر بکنه قیام نمیکرد صد تا دلیل داشت برای اینکه شرعی ای شرعیزه کردن دیگه حالا فعلا قیام نکنیم بریم یه کمی نیرو جمع بکنیم بیشالا ده سال دیگه نه باید کار یک سره میکردن حضرت اجازه نداد بارها گفتم مهره. مهر مهر تعییدی عبا بر خانش یزیدی از اسلام بخوره بگه ورژن یز... اسلامی یزید حضرت فرمود منو تیکه پارم کنید مهر تایید پای این کارنامه تو نمیزنم اما خب این روش داره مسیر داره اول باید تذکر داد پنهانی تذکر داد بهشون گفت فلان همین در همین ماجرای مجلس و بعد از اون خدا گواه خودشون هم میدونن که بالای چهار سال من به اینا تذکر میدادم گفتم نکنید این کارو چندین مرتبه پیغام پسقام فلان بعدش هم چی گفتیم دو تا سال پرسید گفتیم آقا بیا یکی دیگه تازه سال پرسه بیا جواب بده نمیشه که ذهن مردم مشوش باقی بمونه که نمیشه هیچی نگی جامعه اسلامی موظفه که مردم رو از گمراهی بیرون بیاره بعد آره فکر کنید مثلا ما حرف نزنیم کسی دیگه حرف نمیزنه؟ ایران اینترنشنال حرف نمیزنه؟ بی بی سی حرف نمیزنه؟ وی او ای حرف نمیزنه؟ صدها کانال پیج کوفت و زهرمار حرف نمیزنن؟ فرقشو میدونی چیه؟ دیگه اگه یه خطای بیست بوده اونا میگن نوت میگن صد فرقش تو همینه یکی از ضرر هاشینه اما میشه سا... حالا رومی ها فعلا جامعه اسلامی رو یه خورده نقد کن رومی ها ما مو نه نمیشه که مسلمان به مسلمان نقد دشمن استفاده میکنه امیر متهم به این مسئله است مولا رو متهم کردن تو سه تا جنگ داخلی داری همش با عربا یاد بگیر از اون سه تای قبلی با روم و مصر و ایران جنگیدن ای رفتن فتوحات کردن طلا آوردن کنیز آوردن اسیر آوردن تو هم توی پنج سال حکومتت صد هزار تا کشته نام چقدر کشته نه اینا میگفتن چی گفته نه علی و اولادش اینا حکومتداری بلد نیستن سیاست مداری بلد نیستن سیاست مداری که این نیستش که به اهل بیت میخواستن سیاست مداری یاد بدن برادر من خواهر من بیت المال ناموس مردم ناموس اون جامعه است دیدین امیرالمؤمنین رو بیت چقدر حساس بود یه قیرون این ورانور نمیشد یه درهم این ورانور نمیشد اما بنی امیه چطور بودن؟ نه از بیت المال خرج میکردن برای افزایش محبوبیت خودشون برای ساکت کردن دشمنان خودشون راهشون این بود بیعت چجوری میخرید؟ از بیت المال پول میداد معاویه چطور ساکت کرد یه دیر کش بقیه هم از بیت شروع کرد بر پسرش شروع کرد بیعت گرفتن دیگه شروع کرد از بیت پول دادن عددار آدم نگاه میکنه اومده تو تاریخ اومده فلانی از کوفه اومد گفتش که آقا ما سی نفریم سیتای رؤسای عشایی رو گاه اینو بگی برو این سیتاتون پخش کن بعدش یزید ها اوکی حله آقا قرار داده با اصلا مشتبه اینا چی که ما قرار نب... قرار نبود جانشین تعیین میکنه حالا رو ماله میکشیم میره نگران نباش رسانه داریم کانال تلگرامی داریم پیج داریم پول میدیم چهار تا بلاگر ملاگر برامون بزنن نگران نباش یا اف نزنین ما اهل کوفه نیستیم نمیدونم فلانا حاکم امیر المومنین منظر ابن جارود خبر رسید به امیر که میره شکار میره سگ بازی با سگ میرفت شکار حاکم استخر شده بود فارس این سگای تازی بود میوردن این نختم. مثلا اینم بچه میگرفتن اینم چی میگرفتن خبر رسید به این چطور از برخورد کرده حضرت فرمود ارزشت به اندازه شطوری که تو طویلت بستی و بند کفشت هم نیست بعد این خانواده خانواده اصیل جنگیده بودن سالها تو مسیر حق تو اومدی اینجا بریم سگ بازی کنی اومدی درد مردم حل بکنی حفظ جامعه اسلامی یک سری کنشگری های ایجابی دارد یک سری کنشگری های سلبی چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی هم داره بله ما خودمون مخالف بعضی از انواع و اقسام نمیدونم افشاگری ها این چیزام هستیم نباید منجر سیاه نمایی بشه تو همین ایام چه افشاگری بنده انجام دادم چیزای دیگه کسا دیگه افشا کردن گفتن برید جواب بدید تو جامعه شبه به وجود اومده زود باشید بی جنبید آبروی همه من داره میره انگار نه انگار انگار نه انگار تو داره حرف میزنی برای اونجا کردیم که این فاش کردن اسرار عقوبت سنگینی داره حضرت صادق علیه السلام میفرماد هر که روز خود را با افشای راز ما بکشاید خداوند حرارت و آهن و تنگنای زندان را بر او مسلط گرداند یا حضرت با اشاره به سوره نسای 83 فهمه نمینید خدا چی میفرماد این برادران من خواهران من تقیه بخش خیلی جدی از اعتقادات شیعه است و ریشم تو همین اصل اساسی رازداری داره نمان صادق علیه السلام تو توصیف افراد رازدار گمنام می فرما تو با لعبد نومه و عرف الناس فصاحبهم به بدنهی و لم یو صاحب هم فی اعمال هم به قلبهی فعرفهم هم الظاهر و لم یعرفوه فی الباطن باش با حال بندگی مردم گیافه میشه ای فلانیه اما نمیدونن این تو چه خبره بدنشو میشناسن اونم حالا بله ما شرایط زمانی که این حدیث نازل شده رو میفهمیم موقت. کشت و کشتار بود میفهمیدن شما شیعیت خب حالا این همه که حضرت میفرما سر ما سر ما اینا چی بود؟ یکی به مقامات معصومین بود علیه که اگر دشمنان آگاه میشدن شیعه متهم به قلوب میشد خب دستاویزی بود برای تکفیر شیعه قتل عام بخشی از این درون شیعه بود رازها و اسرار رو سلمان از امیر المومنین میدونست که اگر ابوذر می میفهمید ابو زر سلمان رو میکشت لا يختلو. یا آن دانسته ابو را رو میکشت سطح باید طرف داشته باشه به اندازه سطح و فهم طرف علاقت رو اقوله هم شما باید یه سری چیز رو بش بگید آرام آرام رشد پیدا میکنه مورد اطمینات قرار میگیره مورد اطمینان قرار میگیره افکارش استیبل میشه حکمت پیدا میکنه ثبات پیدا میکنه بیشتر بشه میگی وگه به بچت که میگی لکلک لک, لک مورد دوم ممکنه اشاره به اسرار اهل بیت در مورد نشر مکتب اهل بیت باشه که دشمنان هر چیزی حساس بشن ای اینا دارن این تفکرشون رو پخش میکنن مکتب رقیب بیاد بیسته خونسا کنه این مسلحت مکتب تشیع نیست مثلا شما میدونید مثلا حاج قاسم شدیدن مخالف اشاره تشیع و غزه بود یعنی هر هیچ کمکی نمی‌کنیم طرف خودش نشسته بود اینترنتی تحقیق کرده بود بهش رسیده بود گفت به ما ربطی نداره چرا فردا میگن آی مسلمان ها این قضیه یار می چه نابودش اینا رفتن شیعه شدن حالا شیعه میگن رافضی شدن نه آقا سنیه شما غیرت ندارید برید کمکشون کنید مورد سوم به مبارزات و فعالیت های سیاسی امام اشاره داشت که برخی از روایت برمیاد که ائمه در صدد قیام بودن ولی چون گروهی از شیعیان شیعیان ناآگاه اسرار رو افشا کردن قیام عقیم موند ارسیر امام باقر به امام صادق میفرماد که اگر اینا رازداری میکردن تو میتونستی قائم ما باشی خب خود شما اون کسایی که این پروتکل رو رعایت نکردن و باعث شدن 1300 سال بعدش جامعه اینجوری باشه بدن دستتون چیکارش می‌کنی یارو که مراقبش تا اونا نباشی بعدی نیان بگن مورد چهارم این که سر خود حضرت بود اون راز خود معصوم بود چرا چون حضرت نمیتونستن جانشین خودشون رو معرفی عمومی کنن میکشتن حدس میزدن میکشتن مثلا تو تاریخ اومده که منصور دوانیقی از طریق محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه وقتی ما صادق از دنیا رفت مطلع شد یه نامه نوشت گفت اگر جعفر ابن محمد شخصی رو جانشین خود قرار داده او رو احضار و گردنش رو بزن <applause> سری وقت تلف نکن نظر یه روز بگذره احزار ببین کی جانشینشه ببین وسیش کیه سریع احزار میکنی گردن میزنی فرماندار مدینم رفت بغداد وسیعتنامه حضرت پیدا کرد آورد نگاه کرد دید که پنج نفر وسیع حضرت هم <applause> امام ساده پنج نفر وسیع خودش قرار داده بود کیا؟ یک منصور دوانیقی خلیفه وقت <applause> خود خلیفه رو دو محمد ابن سلیمان خود فرماندار مدینه و خود گزارش دهنده سه عبدالله ابن جعفر ابن محمد که برادر بزرگتر امام کازم چهار موس ابن جعفر ابن محمد خود امام کازم پنج حمید سلام الله علیه ها همسر امام صادق این گفت اگه پسر کدوم پسر مون گیر کرد گل نیم ورون ور کردن فکر کردن نمیدونستن چیکار باید بکن فرماندار نامه نوش گفت من کیواد باید بکشم دا نفر رو اعلام کرده ایشون اصلا منصور فکرشون نمیکرد هرگز فکر نمیکرد به همچین رکبی بخوره میان وقتی نامه رسید دستش فریاد زد گفت اینها رو که نمیشه باید کشت کاری بکنیم اقدام سیاسی حضرت معرفی کرده موسی جعفر رو اما میدونست میکشن رد گم کرده یه بعض موقع راز خود معصومه همینه این شبکه وکالتی که شک میگیره اساسا نخ تسبیحش رازداریه اصلا عجیب بود مثلا حالا برسیم جروتر براتون میگم طرف اهل مباحثه بود نمیذاشتنش تو چیز تو شبکه میگفتن این نمیتونه جلو دهنش رو بگیره خلقش خلق رسانهی پخش میکنه مطلا به خواب شبشون هم نمیدونم چونان حضرات نفوذی داشتن دستگاه دشمن میگم که مثلا دو سه مرتبه متوکل تصمیم گرفت آقا امام حادی رو به شهادت برسونه کسی که میخواست اجرا کنه یعنی اون تیسته اون خودش جذب شبکه شده بود دیوونه شد داد متوکل داد میزد میگو مسخرم کردید آقا نبود ما رفتیم نشد فلان دیگه خیلی اصرار کرد چی شد؟ خود متوکل کشته شد با... پارسال عرض کردم پیرارسال گفتم قوی ترین تایم از نظر قدرت شیعه بدون زمان امام هادی بوده این هم جز مظلومت ها امام هادیه دیگه ما هم رانتی میشناسیم دیگه بعد پدر یا امام معروف باشی یا پسر ای امام معروف باشی امام جواد چون پسر امام رضاست اما اصلا اسکی هم بابای امام زمانی واسه امام حادی میمونه نگو امام اماما فرق میذارن بی ارزگی مونه دیگه اب سیر تا پیاز ما موضوع فیلم سازی و سریال سازی و ویودی های داخلی جو سریال داره زایده میشه در اهل بیت هیچی ساخته نمیشه بدونید یکی از پیگیری های ما توی مجلس همین مسئله بود و هست حالا آره تا چقدر با این جماعت بتونه موفق بشیم این بحث دیگه است امیدون به خداست جابر ابن یزید جعفی از یاران صاحب سر امام باقره اسمش میشنسیم اون چی هست اولین بار در اسمش میشه جابر ابن جوفی کی بوده هیچی صاحب سر امام باقر میگه امام باقر امام صادق دیگه امامای ائمه بودن که با 70 80 درصد الان روایت ما قال صادق قال الباقر دیگه این ظهور و بروز داشتن تو اون عصر نتونی پیدا کنی سر شبکی کیه هنرشون بوده اهل کوفه بود برای استفاده از محضر امام به مدینه هجرت آرام آرام دیدن نه این ارزه داره جربوزه داره دهنش چفت و بست داره رشد کرد خودش میگه در سن جوانی بودم که محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شدم امام فرمود شما کی هستید عرض کردم یکی از اهالی کوفه فرمود کدام طایفه عرض کردم جعفی فرمود برای چه به مدینه آمده ای؟ گفتم برای تحصیل علم و دانش فرمود از چه کسی میخوای علم و دانش یاد بگیرید عرض کردم محضر شما ببینید بلا اولین جلسه از طرف اومده نشسته ها حضرت فرمود از این بعد اگر کسی از تو پرسید اهل کجا هستی بگو اهل مدینه هستم این حرف خلاف نیست زیرا کسی که ساکن شهری است مادامی که از آنجا بیرون نرفته اهل آن شهر است همین الان شروع کن کوفر رو بذار کنار دیگه اهل کوفه یا اهل مدینه جابر میگه امام باقر مرا محرم راز دانست و کتابی به من داد و فرمود پیش از سقوط حکومت بنی امیه نباید آن را برای احدی نقل کنی بعد از سقوط این دولت آن را برای دیگران نقل کن چون عجیب چون نزدیک میشدن اهل بیت اسرار بهشون میگفتن مثلا شیعیان درجه یک و صاحب سر دقیقا میدونستن بنی امیه کی میخواد بین بره تاریخش هم میدونستن میگفت ظاهرا در تفسیر آیه الف لام میم بود یا یکی از اینها از این حروف مقطعه میگه روز خدمت امام بودیم ما این بنی امیه فلان و نه اینا میرن سال فلان نابود میشن شما از کجا میگید غیب میگید فرمود میگه قرآن نمیخونید شما مثلا قرآن کجاش میشه بنی امیه این سال میرن فهم مثلا همین الف لام میم مثلا تو ابجدش حساب کرد برای ما اونجا گفت تو این سال نابودیم گفت حضرت به شهادت رسید ما زنده بودیم همون سال بنی امیه رفت اینا بهتون بگم ما بر همین حضرات حضرات ما صبوریم شیعیان ما صبرن فعل خیلی صبورن آقا یعنی چی مگه میشه از شما صبور تر از اصلا ما میدونیم آخر کار چیه اینا ندانسته خیلی سخته تو این انتظار دیگه شما نمیدونیم مثلا چه میدونم ده سال آینده یعنی کشور چی میشه یه کسی مسئولیت میرسه نگرانید میگید موفق میشه نمیشه باز جای دیگه میگه حضرت کتاب دیگری به من داد و فرمود مطالب این کتاب فقط برای استفاده خود و چیزی از آن رو برای دیگران هیچ که بازگونه میکنی من نگفته یه بوده فقط به درد او خورده نمیدونیم چیه رو مالو خودت حکومت تو تعقیبش بود یه حدسایی زده بودن اینو باید موتورشو بیاریم پایین دستور از بالا رسید فهم کن چیکار کرد پس براتون روایت رو بخونم من نگم چیکار کرد حشام ابن عبدالملک به والی کوفه فرمانی میفرسته جابر ابن یزید جوفی را گردن بزن و سرش را پیش من بفرست یه خ... فرمان هم همینا یه خط بیا گردن بزن بفرست تمام والی کوفه نامر خون گفت این جابر کیه از اونجا پیگیر اینه اونو گفتن یه مرد فاضلی بود دانشمند محدث اهل بحث و نظر اخیرا دیوانه شده در سحن مسجد کوفه با بچه ها سوار چوب از بازی میکنن یه چوبی برمی میگه این بچه ها سوار چیز میشه چوبی چوب جاروی چیزی برمیداشه دست تی مثلا ها سوار با, با, بچه ها تو مسجد پیتیکو پیتیکو میکن یه فقیه یه مجتهد فرما خود خودتو به دیونگی میزنی میگه مورد تعقیب قرار داد بررسی کردن دیدن نه بابا دیوونه است خله نامه نوشت بیخیال شد بی خیال کرد و گفت سپاس خدای را که مرا از قتل این مرد رهایی بخشید بلکه هم نکشته میشه یعنی برای اینکه در امان بمان اون شبکه هر کاری میکردن فکر کن مثلا یه آیت اللهی توی مسجد سوار چوب بشه عجیب واقع این آدم محدث دانشمند فاضل یه شب دیونه شد بنده خود من میشه دست زنش بوده چی بوده چیز خورد تو سرش معمولا مورد اول بیشتر یا ما رفته بیمارستان بعد این پزشکی میگفتش که خیلی از اینا که اینجا میان اینجا سکته مکته شبش دعواشون شده با هرس مرده خوابیده سکتر زده حالا خانم هرس بکشن سری گریه میکنن خالی میشن سکتر زده گفت میان اینجا بچه ها با مادر دعوا تا کشتیش فلانه فهمانه. بعد دیگه اینا قاتل های دوست داشتنی هستن <تصفح> ما ارادت داریم الان وقتی فردا صبح ما میدار نشدیم <تصفح> مورد بعدی مثلا جناب زراره است زراره ابن عیون این که اصلا کیسش واقعا عجیب و جالبه عملیات رسانه فریب از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام او هم اهل سر و راز بود و میگن جزء شش فقیه قرنه سطح سواد طرفو ببینیم ببینیم این کیه جمیل ابن دراز که خودش آدم حسابیه میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود کوه زمین و نشانه های دین چهار نفرند محمد ابن مسلم برید ابن معاویه لیس،, لیس, مرادی و زرارت ابن عیون اینا کوه های زمین هن. اینا نشانه های دین هن. فضل ابن عبدالملک میگه از امام صادق شنیدم میفرمون محبوب ترین خلق خداوند نزد من چهار نفرن چه زنده باشن چه مرده برید ابن معاویه زراره محمد ابن مسلم و احوال ابراهیم ابن عبدالحمید میگه نام روایت مختلف امام صادق فرمود خداوند زراره ابن عیون رو رحمت کند اگر زراره و امسالو نبودند نبودن چه بسا اودیس پدرم از بین میرفت ابی عبیده میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود زراره ابو محمد ابن مسلم و برید مستاق این سخن خدایان که میفرمود و سابقون از سابقون اولایکل مقربون فکر کنید مثلا امام زمان در مورد اینجا حرف بزنه از شوق سکته میکنی این روایت جالبه نمونه هاشم الله مثلا میگه مفضل ابن عمر میگه روزی که فیض ابن مختار نزد امام صادق آمده بود آیه از قرآن خوان آن حضرت آیه را برای او تعویل کرد فیض به حضرت گفت خدا مرا فدایت گرداند این اختلاف بین شما و شیعیانتان چیست آخر امام فرمود کدام اختلاف فیض به گفت فیض گفت در جلسات بحث آنان در کوفه شرکت در جلسات بحث آنان در کوفه شرکت, کوف شرکت می کنم و از اختلاف آنها در روایتشان به شک میوفتم تا اینکه من فضل ابن عمر مراجعه کردم عمر از این شک باز می و نفسم از این گرفتاری نجات می آمد. و قلبم مطمئن می گردد. پس میگه بعد حضرت برمیگره به میگه که ای فیض درست میگی همانطور طور راست که گفتی به درستی که مردم در دروغ بستن بر ما ولع دارن مثلا گفت مرض دارن دروغ ببندن گویا من بر آنها دروغ بستن بر ما رو واجب کرده و جز این چیزی از ایشان نخواسته است مطلبی رو با یکی از آنها در میان میگذارم هنوز از نزد من خارج نشد آن رو بر غیر تعویل می نماید و این کار به خاطر آن است که هدفشان از حدیث و محبت ما الهی نیست و امیال دنیایی دارن یعنی به نفع خودشون برمی‌دارن تغییر میدن مثلا و هر کدومشون دوست داشت که برای خود سری باشد هیچ بنده ای نیست که نفس خود را بلند گرداند مگر اینکه خداوند او را پست نماید و هیچ بنده ای بعضی از روایت از معصوم میشنوید مثلا یک کلمه یک جمله هیچ بنده ای نیست که خ... مثلا ن... که نفس خود را بلند گرداند مگر اینکه خداوند او را پست نماید مثلا اینا جدا خودش روایت دیگه خیلی از اینها تکه های از روایت بزرگتره خیلی خوبه وقتی اصلش رو میخونی میفهمی حضرت تو چه شرایطی رو فرموده اون فضایی که اون بیان شده رو میفهمی و هیچ بنده ای فروتنی و تنوازع نه نماید من اینکه خداوند رو بلند مرتبه گرداند و شرافت داد پس هرگاه در جستجوی حدیث ما برامدی بر تو باد که به این شخص که اینجا نشسته به او مراجعه کن و با دست بهش یکی از اصحابش اشاره کرد از حاضران سال که این مرد چیست گفتن او زرارت ابن عیون است گو گیر کردی دیدی دی اختلاف دروغ بستن به ما به نظر میفهم میفهم پا منبری من های هستن که میمیرن خالی میبندن <تصفح> میرن این وروری چیز دیگه میگن گیر کردی یه جا دیدی یه حرفی داره میزنی که حرفه ایشون تصریح کننده ایشون یه به او شرک دیگریه داود ابن سرحان میگه شندم که ابا عبدالله ابا عبدالله یعنی کی در روات امام صادق علیه السلام برخی از افراد در جریان بعضی مطالب قرار میدم و او را از جدل و ریا در دین خدا و از قیاس نه می کنم ولی به مجرد اینکه از نزد من خارج می میشن به تعویل و توجیه ناروا میپرسن به بعضی دستور می دهم که سخن گویان و برخی را از گفتگو و مباحثه نه می کنم ببینید می به بعضی میگم تو حرف بزن تو حرف نزن بود دیگه که از یاران حضرت دورم جمع بودن امام صادق گفت که میگم جای نگیدا گفتن چشم این رفتی تو مسجد یکی داره بالا منبر بغل نشسته بر, بر ملت داره تعریف میکنه گل امام صادق گفت نگو هر چی این میکنی ساکت بعد گو گو, گو به تو گفت نگو من باید بگم تو یه ماموریت داری میام بله درسته بعضی موقع هستش حرف من کت شلواری باید بزنم یه روحانی اگه بزنه ممکن اثر عکس بزنه و برعکس حرف باید یه روحانی بزنه من کت هرگز بزنم عرض کردم اون زمانی که مثلا بحثی پیش اومد در مورد آیه آقا میری از قوم یکی از علما با تماس گرفت گفت یه مناظره شما با ایشون گفتم من صلاح نمیدونم جواب چرا گفتم من شلواری هم یه روحانی نمیخوام این دو قطبی شکل بگیره پذیرفتنشون و بعد ایشون رفت با رفیع مناظره کرد اما هر کسی امر و نهی مرا برای خود تعویل می‌نماید و با این کار خدا و رسولش رو عصیان می‌کنند اگر میشنیدن و اطاعت میکردن آنچه را پدرم به اصحابش سپرد من نیز با آنان می‌سپردم به درستی که اصحاب پدرم در حال حیات و مرگ مایه افتخارند یعنی زراره و محمد ابن مسلم بیم از زراره براتون جا افتاد کاراکتر دیگه محمد ابن ابی امیر از جمیل ابن دراج در نقل می‌کنه میگه شنیدم صادق می‌فرمود به اهل ایمان و تواضع بشارت بهشت دهید بریده ابن معاویه اجلی این گریه میکرد دیگه به خاطر که بخاطر اسم باباش به خاطر اسمش گریه میکرد بعد اون فاق باقر ناراحت نباش حالا به این دلیل نمیشیم گفت آخا من از این اسم خوشم نمیاد و نمیدونم چی ابو بسیر محمد ابن مسلم و زراره این آن چهار نفری هستن که نجیبان و امینان و خداوند بر و حرا... حلال و, حرا... و حرام هن. اگر این افراد نبودن آثار نبوت قطع میشد و از بین میرفت بچه‌ها میخوام گرمتون کنم یه الان سرد میشید صبر کن حضرت برای شاگرداش برشته های تخصصی مناظره داشته هر کدوم توی یه زمینه مناظره میگه وا تو زمینه فقه تو رو مناظره کن تو زمینه فلان کلام باید. تو تو هر کدوم ادبیات عرب تو یه مرد شامی اومد بعد میفرمود هر کدوم اینا رو شکست میگفتم خود میخوای مناظره کن میفرمود هر کدوم اینا شکست بدید من رو شکست بدید من قبول میکنم طرف تحریک میشد بره مناظره کنم، و لوله میشودن <applause> مرد شامی اومد گفت من میخوام با تو مناظره کنم حضرت مرزدش. فرمود چه موضوعی؟ و در اعراب قرآن حضرت فرمود همران بفرمود گفت نه با شما گفت قبول شکستش اون آقا مناظره شروع شد یارو لوله کرد جوابش که داری چی؟ گفت حالا سب کن تو ازش سوال بپرس آقا این سوال میشه یارو به زایدن افتاد گفت نه ولش کن من در مورد عربی اصلا میخوام صحبت کنم نه اعراب در قرآن فقط حضرت ابانه تغلب بفرمایید همون بلا رو سرش بود گفت اصلا من در فقه میخوام مناظره کنم دانشمندشون بود از شما اومد حضرت هم جناب زراره بفرمایید او همون بلا رو سرش بود خود زراره میگه میگه والله لو تو به کل ما سمعت من عبد عبدالله اگر من بگم براتون چیزی که از ابی عبدالله شنیدید مردان هستن که بر چوبه های دار خواهند رفت نمیتونم میگم اینا سره حالا امام صادق در مورد او چی میگه شخصی بر امام صادق وارد میشه و آن حضرت جویای حال زراره میشه میراسی از زراره چه خبر مرد میگه خبر ندارم یه امام فرمود مهم نیست اگر مریض شد بیادت او نرو اگر از دنیا رفت در تشی جنازه هم شرکت نکن <applause> بدون هیچ مقدمه اسم زراره رو میپرسه از احوالش میپرسه این یعنی چی ببین می خورد کارو گوازی در بیاریم یعنی من خودم خبر ازش ندارم یعنی خیلی وقت ازش بی خبرم راست چیکار میکنه فلانی کجاست بعد بودن و نبودنش هم مهم بگید خدا نکنه اگر یه باخت بعد از 120 سال عمر با عزت شهید شد نه اینا نه بیا مردم حالا تجنیزش هم نرفتی نرفتی با یه خورده داره فضا عوض میشه ما ر... نزدیک سی تا روایت در مذمت زراره داریم که اگه براتون بخونم حالا میگم بخشو سنداش مشکل داره آینا کنم اصلا بله دیگه مثل پاییز میشید دیگه ما احدث احد فی الاسلام ما احدث زراره من البدع علیه لعنت الله هیچ مثل زراره در اسلام بدعت نیاورده آخرش چی بود؟ ای یا حضرت میفرماد او رو به شر من الیهود و النصاره. او از یهود و نصارا بدتره زیاد ابن هلال میگه به امام صادق عرض کردم زراره درباره باب استطاعت مطلبی از شما نقل میکنه دوست دارم مطلب به شما عرضه کنم آیا قبول کنیم تصدیق کنیم بپذیریم نپذیریم اون پاسخ در عرضه دار عرض کردم به میگوید هر کس زاد و توشه ای دارد مستطی است اگرچه حج به جا نیاورد عرض کردم این گونه است اما فرمود این گونه از من نپرسیده است و من این گونه جوابی ندادم به خدا قسم بر من دروغ بست است و سه مرتبه فرمود خداوند زراره را لعنت کند سه بار ابو سیار میگه از امام صادق شنیدم که فرمود خداوند برید را لعنت کند خداوند زراره را لعنت کند ای چی شد پا؟ امیلا برید و زراره آدم خوبا بودن که که اصلا رجالیون ما به چون و چرا این ماجرا پرداختن دیگه بحثای مختلف گفتن حالا یکی بحثش که اصلا سندین ها جلیه دشمنان جل کردن و نمیدن فلان یه بخشیش هم برمیگره به دعواهای جناهی همین الان دعوای سیاسی رو میدید خودمون چرا فکر اون موقع نبوده چرا فکر میکنید از غذا مردم الان بسیار پخته تر از مردم اون موقع اصلا تردید نکنید خیلی جلوترن فهمی که من و شما از امامت داریم یقینا اون زمان مردم نداشتن بعضی از اصحاب درجه یک حضرات نداشتن چی میگید شما گفتم براتون یونس ابن عبدالرحمن هم رجالیون حالا علما تو جلسه هستن درس پس میدیم رجالان مثلا کاملا متفر. دو گروه شدن در موردش یه سری رو در مذمتش یه سری در تاییدش میگه امام رضا به شهادت رسید اومد گفت خواهر بس دیگه گری حالا به فکر کنیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه امام جواد چیکار چه خاکی بهت سرون برید یا ابو سلط گرفته یه یادم خوبون گوشش ظاهرا یا حالی بهش داد تو خجالت نمیشه بچه امام عیسی به دنیا اومده پیغمبر تو قرآن نخوندی فلزا فکر نکنین گروه بندی اینجا بوده طرفدار جلیلی غالی با پزشکیان نمیدونم چی چی از اون موقع نبوده مثلا بین کوفی ها و قومی ها جریان های مذهبی اختلاف بود من نمیگم که شیخ توسی میگه قومی ها او را تضعیف کردن در حالی که سقست مثل کی مثل یعنی اینا مقابل جریان و شما ابن حکم چون حوزه مخالف جریان فکری شما ابن حکم بود تا حدودی نه هر چه نقل کرده ها خود بفهم امام صادق به عبدالله فرزند زراره فرمود انتقاد ما از پدرت برای حفظ جان و از خطر سلطان بود باید نه پدرت در نزد ما داره مقام ارجمندی است کار من همانند سوراخ کردن کشتی از سوی خضر بود که میخواست با معیوب ساختن کشتی کشتی رو از دست ماموران ستمگر حاکمان از نجات دهد و به دست صاحبانش برسند چون دیگه کشتی سوراخ کرد گفت چرا این کارو می‌کنی بعدا فهمیدن کشتی سالوم می‌برن برای جنگ دیدن این سوراخ گفتن ولش کنین این نبردن ابزار معاشتش گفت دیدی بفهمن اون ارادت قلبی اون دوستی که بین من و زراره هست قطعا میکشنش حضرت خبر داشت که میخوان زراره حسف فیزیکی کنن با ریدو میخواستن بزنن توی جمع یه برگشت شروع کرد پس از اینا خبر ندارم اینا اونا گفتن سب کنین سب کنین بینشون اختلاف افتاده از غز این دوتا باید زنده بمونن خوبه یه جریان مخالفشو میسازن من دیشب در مورد گفتم سیره حفاظت اطلاعاتی رهبر انقلاب حرف های از نمیشه زد یه موردشو براتون با تو پاکت مثلا بگم یکی از همین مسئولین میگفتش که من گزارش میخواستم بهشون بدم حق نداشتم کلامی بگم گفت می نوشتم خودم می بردم بهشون می دادم می خوند وقتی خوند گزارش یه مسئله مهمی بوده بعد میگه شون تا خون گفتش که از این کاغذ جای دیگه بازم نوشتی یا نه گفتم نه گفت خب پس نمی نویسی گفت همونجا ریز ریزش کرد امنیتی کشوره چون میدونم بچه بازیه جان انسان ها در خطره حالا فهمیدید زرارهی که اونجوری ازش تعریف میکردن جلو چشش از رد اینو میبینی برو از این بپرس میدونی چرا؟ چون جنبه این فوش خوردن رو هم داشته هر کسی نمیتونه دست راست موسا بشه هارون میتونه بشه میدونی چرا وقتی برگشت اولین کسی که کتکش زد هارون رو زد کسی دیگه بود یک شری درست میکرد اصلا کی گفته تو پیغمبری تو نمیتونی تشخیص بدی من گناهکار نبودم تو چه به علم غیب نداری اون سامری فلان فلان شده بود یک شری درست میکنه مثلا بعضی هم شر رو درست می کشور اصلا ولی شناسی خودش یه سر دنیاییه بفهمی کجا چطور یعنی مزه دهن طرف رو در بیاری منظومه فکری رو شکار کنی دیگه الان منظور اینه ابعاد لایه های پیدا و پنهان و ماجرا ولی وقتی حرف میزنه حفا رو رایت میکنه حفا یعنی چی؟ حفاظت هش یعنی حساس میکنه نخبگان و خواست رو فش فریب میده دشمن رو الفش امید میده عوام رو. میاد یه سخنرانی میکنه دشمن فریب میخوره خواس حساس میشن مردم امید پیدا میکنن همه باید توی یه چیز باشه و اینا عوام که به اسرار دسترسی ندارن که پس دقیقا تو همین سخنرانی های عمومی حرفاهایی را میزند اهل فن بفهمم من خیلی وقتا به این, این که ادعاشون میشه میشینم صحبت میکنم میگم منظور رهبر انقلاب این جمله چی بود چون اینا فقط فرماشد رهبر انقلاب رو توزیع انتخاباتی بلدن تفسیر کنن جای دیگه کنکل میشه ماجرا مثلا گفتم به این برادر من قبل خبرگان ایشون جلسه میذاره با مردم نجف آباد یعنی چی؟ چند تا شهر کوچیک بود مردم نجف بود شهر کوچیکه خیلی مهمه مردم واقعا شریف و نجیب و شجاعی هم داشت آدم مهمی هم از اونجا اومده من خیلی از مسئولین هم. همین الان اهل نجف آباد هست ظاهرا بر مبنای آمار و این چیزا هم به نسبت جمعیت بیشترین شهید رو داده یه شهری که خودش لشکر داشته تو زمان جنگ نه یه استان یه شهر هشت نجف هم شهید احمد کاظمی که اسطوره شجاعت بود دیگه شما اونجا بود برای چی بود مثلا با دیدار با مردم قم باش موضوعیت مردم با مردم آذربایجان موضوعیت داره نجف آباد اینجا حساس نمیشه شما خواص بود حساس میشن کی بود اون موقعی که اینا برنامه ریخته بودن چیکار کنن خبرگان رهبری رو چیکار کنن تو انتخابات تغییر بدن اگه یادتون باشه لیستا رو یه جوری بستن که آیه مرمای یزدی و مصباح و بگید کیو حذف کنن جنتی رو که دو, دو نفر حذف شدن از خبرگان و آیه جنتی به عنوان نفر آخر اشتباه نکنم رفت خبرگان برنامه ریزی بود آیه هاشمی نشسته بود قشنگ آوردن مثلا یه سری افراد رو آوردن تو لیستشون که فقط او یکی نیاد که دو تا لیست قرار بگیره اون تکلیستی بشه بیفته خب برنامه این بود یای یعنی با شعر مردم شهر نجف بود برنامه ایم. این ماها رو باید حساس کنه آقا قصه قصه خبرگانه اما برای مردم امید داره, داره دشمنم کری میخونی شهر منتظری اومده برای بیعتا از اشی چی میگم ان فی هذا لوله لولا تا زبان بدن ولی رو شما باید تفسیر کنی برید یک بار دیگه با دی لنگویج ایشونو در بعد از شهادت شهید رئیسی وقتی سران گروه مقاومت فلسطینی آمده بودن برید یه بار دیگه نگاه کنید کلیپشو وقتی مثال میزنه ماجرا حضرت موسی رو توضیح میده دست اینجوریه و آخر کارم اینجوری میزنه روی صندلی انگشترم میخوره تق یه صدای اینجوری هم میده اینو ها میرن بررسی میکنن اونا این کارن و فهمیدن که کار تمومه و این مقاومت پیروز خواهد شد خب اینطور بود الان نشستی مثلا انگار نه همین رو من دارم براتون میخونم خدا وکیلی به غیر از اون کسایی که الان مطالعه ویژه هستن یا مثلا درسشون بوده رو چند نفر اینو شنیدن کجا تلویزیون برات گفتم چطور باید یاد بگیره طرف بفهمه که کلمه کلمه حساسیت یه موقعی هست اصلا که ولی جامعه حمله کنه به نفر یه نفر کنار بگذاره اینو برای حفظش یک نفر در آغوش بکشه الزام من خوب بودن نیست الزامن به معنی خوب بودن نیست تعاریفی که امیر المؤمنین از زیاده ابن عبیه داره دیگه بند خدا دیگه این چی بود که بهش میگفتن زیاد ابن عبیه دیگه زیاد پسر باباش باباش کی بود نمیدونستن عرض کردن از نظر روانشناسی بود بدبخ عقده ای بود با کوچکترین تشری پس میزد خرابکاری میکرد چون بچه همسایه بولمش میاد خونتون بچه میمون میاد خونتون شلوغکاری چیزی بکنم بچه خودتو دعوا میکنی بچه مهمون بیشتر تعریف میگیره اول میور جلو و میذاری اصلا مهم همینه یعنی او را بچه خود بیشتر دوست داری بدیهیه نه آبروداری میکنی میگه اون زودترش بر میخوره فرزندی داشت زراره به اسم حسین میگه نزد امام صادق رسیدم سلام و ارادت پدرم هم ابلاغ کردم بعد می گفت، اشخاصی از نزد شما می آیند و از اینکه شما مرا به بدی یاد کرده و نقص هایی بر من وارد می کنید خبر میدهند دهند و حضرت فرمود پدرت را سلام برسان و به او بگو به خدا سوگند خیر دنیا و آخرت را برای تو میخواهم به خدا سوگند از تو راضی هستم پس از این به آنچه مردم درباره تو میگویند توجهی نکن و به آن اهمیت نده چشم خبری که پنهانی داره فرستاده میشه از طریق واسط امین اینه که با شما یه خبر برسید که امام معصوم سه بار تو رو لعنت کرده نابود میشه بودم دست و دلش میلرزه همزت ابن همران خدمت امام صادق عرض می کرد بلغنی انک برای من عمی من شنیدم که شما از عموی من زراره اعلام براعت میکنید امام فرمود من از زراره براعت نجستم بلکه افرادی نزد من میآیند و مسائل از او و روایت میکنند و اگر ساکت باشم مرا الزام به جواب دادن میکنند پس میگویم که من از این قول براءت میجویم حالا معصوم که خیلی فنی صحبت میکرده یعنی حتی در استاد بودن حتی شاگرداشون هم شاگردای اهل بیت میدیدی یه اعلام برائتی میکردن اما جمله دو پهلو بود حتی در لفظ هم رعایت صورت میگرفت بعدن اینا چون به شاید سوال یعنی چی خود در عمل این چیز نیست بدونید معصوم و اون که من معتقدم که احتمال زیاد حتی همین لفظ هم اینطور استفاده نمی کر. او راوی که شنیده و برداشت خودش رو گفته گفت لعنش کرد دیگه او نه نه خوش گفت این این گفته این کسی که اینو گفته حضرت میدونه زورا اینو نگفته این فلان فلان شده که داره خبر میاره و گفته داره اینو لعن میکنه توجه شدید مثالش هم هست شلا مورد بعدی حالا تا مدو عزیزون برسه امشب مرسوم عزاداری هست ما هم استفاده میکنیم من ادامه میدم دم هر موقع من بگید نصر ابن قابوس لخمی از وکلا و کارگزاران امام صادق بود و تو سازمان مخفی وکالت نقش داشت انقدر این آدم رازدار بود که 20 سال وکیل حضرت تو سازمان بود هیچکی نفهمید شیخ توسی میگه که و من هم من الوکلا نصر ابن قابوس لخمی و میگه که 20 سال وکیل حضرت بود و حضرت روایت نقل کرده هیچ کی نشناختش مورد بعدی ابو وحیب ابن عمر سیرفی اسمش چیه؟ ابو که میشه ابو فلان که میشه کنیش اسمش چیه؟ بهلول شیخ توسی بعدا امثال ابن حجر او را اهل حدیث و از که میگفتن حدیث از امام صادق نقل کرده روایت کردن از پیروان امام صادق امام کاظم بود تو فعالیت سری حضرت نقش داشت حکومت افتاد دنبالش از بالا دستور رسید خودش رو زد به جنون دی معروفه دیگه به حلول این کار کرد به حلول اون کار کرد همین بابای صاحب رو در آورده بوده جوری نقش ایفا کرده بود که بزرگان می آوردن تو جلساتشون مثلا دست بندازنش از تیکه های سرزربی که مینداخت سوژه خرم مثل این دور از شهنه ایشون مثل دلغک های که اصلا اجازه داشتن تیکه بندازن مثلا هارون رشید این نابود کرده بود می یه روز برگشت گفتش که هارون بهش گفت من چقدر میارزم گفت مثلا هم صد دینار گفت مرد حسابی صد دینار از اینجا تا اینجا حکومت من فلان به امان صد دینار فقط لباسای من میارزه گفت منم قیمت همونا رو فقط گفتم خب هیچی نمیارزه که مت که چی سرزر با بالا رو سوار چوب می‌شد تو کوچه می دویدیم مرحوم بر هم میفهمیدن نکات نقض داره هم می‌گفته این بنده خدا دیوونه شده نمیدونم بعد برای یه شواب یه دیوونه رو گردن زد فکر کنم مثلا یه نفر که حالا مثلا سندرم داون داره بیان دستگیرش کنن برای زندان چی میشه مثلا بم میترک همون موقع من میگفتم آقا رو مثلا بردن گردن میشه بعد تو همین مدل کارش هم داشته انجام میداده نفر بعدی مخلص مجا عثمان ابن سعیده میدونی که اولین وکیل از نواب اربعه حضرت دیگه حضرت ولی اصد جلال و طالب شریف که در زمان ما مسکری بود و به او زیات میگفتن سمان میگفتن یا روغن فروش برای استتار فعالیت ها شغل روغن فروشی رو چیز کرد به قول امروزی بخوام میگم تو دبه روغن نامه ها رد و بدل میکرد رد می شد از اونجا خادم از رد از اون میگه که توی منطقه سازمان دور تا دور خونه های نظامی ها بود برای هم گفتن اسکری یعنی مثل کسی که تو خونه سازمانی زندگی میکنن ما خونه سازمانی زندگی کردیم مثلا نون خشکیمون دیگه بیرون میومد دیگه سبزی فروشمون بیرون میومد مثلا حالا فکر کنم میاد میاد داد میزد آ روغن 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 میادم میگفت آ روغن فروش بده تا به روغن به ما بده مثلا <applause> چی بود اینا توش نامه ها کار گذاشته شده بودن، توی محفظه هایی میذاشتن زیر روغن قایم میکردن میافتن میوردن یکی از نمونه هم پیرار سال براتون گفتم دیگه طرف اومد به از, از او گفت داری میری این چوب هم وردو ببر بده به فلانی یه چوبی بود برای این استوانه بود مثل مثل دستبیل مثلا استوانه بود که برای درگ لولای در کار میکردن پایین در یه چوبی میذاشتن سوراخ میذاشتن بالا هم همین میافتاد اون تو در با این میچرخید اینجا این هم داشت میرفت و سلانه سلانه داشت میرفت بعد دید یه خری زده معبر کرده یا بنا که یه بل... باری بود خری اینوری بایسته دو این هم با این چوبه رو مارد بالا کوبید به این خره چوبه ترکید نامه بود که ریخ بیرون بعد حضرت هم میدونست اینو دست کی داده کارو خادمشو فرستاده پشت سر گفت جمع کن مگه به حضرت بهت نگفت آروم یه گوشه را میفتی میری با چی کار نداری گو من چه میدونی اینا چیه این تو پس خود طرف نمیدونست چیه میبر توبیخ شد طرف همین ما نشستیم مثلا مثلا میلیون ها نفر ده ها میلیون ها دنیا شیان سه از این قربی ها میگه ده. میگه من در تعجبم این مذهب چطور مونده انقدر دشمن داشت در طول تاریخ اینطور قتل هم کردن با این کارو بکاره با, با موجزه و اساجده ها شدن این چیزا نبوده برای داره من فکر کنی همش زحمت کشیدن خدا برکت داده نمیشه که لم بدیم مثل برره یا بعد خودم از آسمون توفیق برفرستون خبرو نیست بدون خبران نیست خدا میخواست بده می از این کار کنه روز آشورا میومد پایین یار باید داشته باشه معصوم کسی جرعت نکنه چپ نگاش کنه سی هزار نفر و و اون نفر آدم سی هزار نفر این طرف این چی میگی؟ هنو فکر کنم مثلا ما توان نظامی نداشتیم چی میشد؟ وای میستدن مثلا, مثلا نگات میکردن صد بار تا الان حمله کرده بودن صد بار روزی که بفهمن پالس ضعف داره میاد میزنن حاج قاسمو چرا زدن از دولت وقت پالس ضعف گرفتن چرا از برجا اومدن بیرون من که میدونستن یه دوی یه طرف خوشون نگه هم میدارن چرا دیگه کشتی رو نمیگیرن چون کشتی گرفتی یا این نوری رو چرا آزاد کردن چون لازم بود آدمشون آزاد شه گفتگو و مذاکره و اینا حرفه قشنگ قشنگیه مستحضر و ناظر به چی؟ به اسلحه‌ای که تو دستت ها دوازده تا شرط گذاشت برای ایران برای بازگش برجام به بر مذاکره دوازده تا شرط که اصلا تحقیر کننده است هیچ همه چی تو باید جمع کنی منطقه کلا تعطیل موشکی تعطیل نمیدونم چی تعطیل این نیروهای نیابتی که داری اونا میگن نیابتی اونا میگن مبرق یمنیا رو بعد آروم کنیم همه چی بیا اینجا تازه ببینیم با تو حرف بزنیم تازه باید حرف بزنیم اول تعطیل کن اونجا چیز برمیگرده خبرنگار میگه شما این شروطو چرا برش کره شمالی نمیذارید میگه او بمب اتم داره اون قصهش فردا و مرحله رهایی اتمی رسیده کسی هم کاریش داره خفقان عجیب غریبی در کره شمالی حاکمه کسی نمیتونه بهش حرفی بزنه یه دکمه گشته رو میزش میان فشار میدم آن بله این ماجره این چوبه داود بن اسود بود یعنی دا... یعنی بازرسی ها رو دور می زدن طرف هم خلیفه هم خوشحال یه دور تا دورشو گرفتیم خونه جلوی آدم خودمون خونه بغلی هم همه خونه امنا رو چیدیم کاملا تحت نظره اینا هم اطلاعاتی هاشو می رفتن گذارش راحت باشه کاملا تحت نظره خونرسانی علمی و فقهی و فکری ادامه داشت در اقسان نقاط جهان در اقصا نقاط این روایت چیه میگه از قم بلند شده رفته ری بلند شده رفته خراسان بلند شده رفته میگه مصدر امام حسن عسکری رسیدم فلان چه جوری دور زدن بعضی از اینا در روایت اینجور برامون اومده برخی دیگه چی نه اومده براتون گفتم زمان موسی بن جعفر علیه السلام دیوانه شده بود هارون دیگه رسمن 600-600 کل 600, آدم ها رو عوض میکرد حضرت تو زندان بعد ما روایت داریم میگه حضرت بیرون بود ما با ایشون جلسه گذاشتیم این کل اکیپ زندان انگار مثلا نفوذی بودن بله یه بخشیش مثلا اجاز و اینا همه چی رو گردن اجاز مجاز بندازی دیگه کار نباید بکنی فهمیدی این خودش خطره ها زمانی من از این لبنانی ها گفتم که ماجرا ماجرا از چیز نقل شده برای من از جنگ 33 روز از معجزه که رخ داده بودم چون پخش شده من میگم قبل ما پخش کردن که یکیشون خوابی میبینه و توسل میکنه یه اعتراضی که به حضرت فاطمه سلام علی... به حضرت زینب سلام الله علیها که بابا اینا دارن ما رو زیر موشک باران گرفتن دارن ما ستم میکنن کمکمون کنید فلان میگه حضرت زینب یه خانومی رو معرفی کردم میگه من فهمیدم تو خواب که حضرت سلام الله علیها دستمالی پارچه رو تکونی داد میگه من خواب پریدم دیدم یکی داره بلند شو به این دوش برتا به من قفل کرده چیزی بعد میگفت خب رو با آسمون دیگه چیکارش کنه نگیریم بر فکر کردم الله مثل انگار نارنجی که مثلا چیزی کشیدیم زامل چیزی که آپارتش یه جای دیگه خب تو شلی کن زده بودن تو هوا خورد به হেলিকপ্টر اینا واسه هلیکوپتر. اینا می‌خواستن نیرو بردارن بیان تو بلبک کجا هلیبون کنن اونجا رو بگیرن اینا گفته اینا با یه فناوری رسن هلیکوپتر 20 صدا دارن تو هوا می‌زنن اینا من چون شنیدم از خودش پرسیدم گفت ما از این کمک‌ها امدادهای الهی زیاد دیدیم اما نمی‌گیم یکی دوستش برای من گفت منم برای هیچ نخواهم گفت خب بعد گفتم چرا نمیگید گفت ترس شما ایرانی ها گفتم چرا گفت دنبالیت کار نکنید گفت ما اگه اون اجازه مرسه صبح و شب داریم زحمت میکشیم الان میبینید چجوری پهباد و رو دارن چقدر موشک و دقیق نقطه میزنن تر و تمیزکارن هزب لبنانی ها میبینید خب بعد یعنی کامل شما متفاوت میبینید توی موقع بین اینا و بعد خیلی دیگه اونا هم خوب خوب به اندازه زمان تشکیلشون اینا هم باید دقت کرد دیگه خب یا شما ایرانی دنبال بیخوا ولش کن الحمدلله اما من یا جیب المستر می روی سوار هواپیما شدن گفتن این هواپیما خوب خوبه چار موتور است و این خانم مهماندار اومد جلو وایستاد گفتش که مثلا در جریان بشین ما تازه به استخدام این شرکت ما در اینجوری و چهار تا موتور داره حالا همین رو توضیح میداد انگلیسی و فارسی بعد نگران نباشید یه خود رفتن جایی که موتور سوخت بعد مد گفتش که نه ترسید نو no پرابلم هیچ مشکلی وجود نداره این سه تا موتور دیگه داره اینا اینجوریان اونجوریان اینجوریان نترسید ترس یکی دیگه جون افتاد دو تا دیگه افتاد آخری مونده بگو نه ترسید یه موتور هم کارو در میاره او یکی هم افتاد اومد گفته که لیدز ان جنرمن پلیز ریپیت افتر می اما یو جی مستر رئیسم. یه بعد ما تکرار کن دیگه بعدش چون ما میدونیم اگر نمیریم سراغ اون چهار تا موتور نه همون اول میرام من یو جی گل مستر رئیس بابا خودتون جمع بکن هر موقع یه خرابکاری میکنن حتما یه حکمتی بوده بله اون که حکمت داره میدونیم پس به تو چی بسد نفر بعدی بگیم دیگه ما گفتن ده ده میرسنشون الله ده و ده ده قصد حسین ابن روح نوبختی که اصلا به ایشو میگفتن رجل تقیه اصلا گاف صندوقه اینجوری بدونید این کیه؟ این سومین نائب حضرت میبینید هرچی چی این آدم‌ها رو میبینید تو نواب اربعه حضرت اینا شاخصه اینه ابو حسین ابن روح نوبختی سوم سفیر امامها علیه السلام 20 سالم رهبری سازمان وکالتو بر عهده داشت. اون سازمان سری شیعه داشت. خیلی عجیب بوده یعنی ماجراهایی که ازش نقل میکنه من که دو تا براتون میگم دو موردش. ابو نصر حبیب الله ابن محمد میگه که ابو عبدالله ابن غالب و ابو الحسن ابن ابی طیب برای من نقل کردن. خیرتمندتر از شیخ ابو القاسم به روح ما ندیدیم یه روزی را در خانه ابن یسار وزیر دیدم در حالی که نزد بزرگان مملکت و شخص مقتدر به خلیفه وقت خلیفه عباسی وقت داره مقام بزرگی بود به همین دلیل اهل سنت هم او را بزرگ می داشتند یا رو و حسین ابن روح میگه تو اون جلسات این هم حاضر میگه می حسین ابن روح انقدر تغییر رایت کرده که مذاهب مختلف اسلامی میگن او از ما بوده هنفیه میگه مثلا هنفی بوده و میگه شافعی بوده اینجوری <applause> میگه روزی دو نفر از دانشمندان آنجا به گفتگو پرداختن و حسین ابن روح هم حاضر بود هیچ نمیگفت یک از آن دو نفر معتقد بود که ابوبکر بعد از پیامبر افضل مردم است و بعد از او عمر و پس از وی علی علیه السلام دوم میگفت علی از عمر افضل بود و در این باره میانشون اختلاف بود میداشتن بحث میکردن در آن میان ابوالقاسم حسین روح گفت آنچه مورد اتفاق ازش سال پرسیدم آن چه مورد اتفاق از آب پیغمبر از این است که صدیق را مقدم می‌دارند و بعد از او فاروق و پس از وی عثمان زنورین آنگاه علی وسی علی وسی می اهل حدیث بر این عقیده هستند و در نزد ما شیعه هم صحیح همین است آنها که در مجلس حضور داشتن از این سخن در شگفت در آمدن و از روی میگه خوشحالی خوشحال شدن چون برخی ها گفته بودن او رافضیه گفتن با چی بیا ببین چی گفت یعنی سنیه میگفته بعد از ابوبکر امام علی این داره میگه نه چهارم این حرفا چی این تو رعایت میکن میگه من از این منظره خندم گرفت گفتم چی فیلمشون کرده اینا رو اینا نمیدونن <applause> ولی خودداری میکردم و آستین رو در دهان خودم فرو برده بودم مبادا مفتزش بس برخواستم از مجلس بیرون بیارم حسین اون نگاهی به من نمود و متوجه وزن من گردید چون به خانه آمدم دیدم کسی در میزند در رو باز کردم دیدم اول حسین رو هست پیزان که به خانه خود برود نزد من آمده است مرا مخاطب ساخت و گفت ای بند خدا چرا در مجلس خندیدی؟ میخواستی ما رو به مخاطره بیاندازی؟ آیا آنچه چه گفتم به نظر تو مناسب آنجا نبود؟ گفتم چرا مناسبت داشت؟ گفت پس از خدا بترس من تو را حلال نخواهم کرد اگر این سخن را در چنین شرط و مجلسی از من بزرگ شماری گفتم ای آقای من مردی که خود را نماینده امام میداند اگر چنین سخنی بگوید نباید از وی تعجب نبود و به او و به گفته او بخندن گفت اگر بار دیگر این سخن را بگویی با تو قطع علاقه و ارتباط خواهم کرد سپس خدافیزی کرد و رفت و یک بار دیگه از این کار یه لبخند زده بود طرف اون گوشه گفت میخوای همه رو بسوزونی یه شوخی گرفتی ماجرا رو رفتم وسط اونا نشستم وزیرشون نشسته خلیفه اونجا انتظار من چی بگم نه این کاره بودن اونام عشق کردن فکر کردن شیشی چفتادن جلو ابو باز دوباره امین ابو نس نقل میکنه میگه حسن ابن کبریا نوبختی برای من نقل کرد که به شیخ ابو حسین ابن روح خبر است که یکی از دربیاریان شما معاویه را لعنت میکنه و به این آستازه اون یکی که کسی که تو خونتونه لعنت میکنه. میگه بلا فاصله دستور اخراج شد می مدتی طولانی بیکار بود و التماس میکرد به کار سابابه هر کاری کرد برش نگرد هر کاری کرد هر چقدر التماس کرد گفت تمام این روحیه روی خطرناکی نمیشه ریسک کرد یک بار دیگه تو این کارو بکنیم ما نابودیم صحبت خودت نیست میریزن صدها نفر رو قتل عام میکنن بعدن به یکی از بستگانش گفت با فاصله دو گفت برو اون آدم استخدامش چون آدم ول بودنش هم خطرناکه بی کار باشم خطرناک اونجا برش نگردون هماهنگ کرد یه جا دیگه بره اصلا انگار همین الان نشستی شما داری فیلم های پلیسی و اطلاعاتی میبینی همین جوری زحمات کشیدن که این به ما رسید نکته آخرش هم همین که بله گفتم خدمتون دیگه میگه که یکی برگشت به من گفت اینم جالبه اینم میدوبتم به میگه پس از تعیین ابن روح به نیابت خاص شخصی از ابو سهر اسماعیل ابن علی نوبختی حکمت انتخابات حسی... انتخاب حسین ابن روح را به جای او جویاش گفت چرا تو رو انتخاب نکنه او رو انتخاب کردن یه آدم قلقلکش بگیره مرضش بگیره آخره نایب امام زمان باشه ابو سر در پاسخ گفت کسانی کسانی که او را به این مقام برگزیدند از ما بیناترند گفت اونو که انتخاب کرده از ما فهمش بیشتره زیرا کار من مناظره با خصم و بحث و گفتگو با آنان است گفت من ای آدم علمی هم میرم میشینم بحث علمی میکنم اگر من مکان امام قایب را چنان که ابوالقاسم میداند میدانستم شاید در تنگنای مباحثه و جدل آن را به دشمن نشان میدادم گیر میکنم نه بیا بریم خودش بپرسیم بیا بریم میدونم کجاست اونجاست در صورتی که ابوالقاسم امام را اگر زیر عبای خود پنهان داشته باشد هرگز رو به کسی نشان نمیداد حتی اگر با مقراز با قیچی تکه تکش کنن برای این به حسین رو گفتن رجل تقیه بعد اینجا معرمانه ما اصلا نداریم تو مملکتتون. این معرمانه چی هست معرمانه توی 24 ساعت زودتر خبر داری مثلا دیدید دم عید مثلا از یه هفته قبل سال جدید سال فلان خواهد بود ما وصلیم الان دیگه مثلا بیت همین الان زنگ زدن گفتن سال جدید و مثلا نگو با خدا آقا زنگ زده آقا نظر شما چیه ما این اعلام کن بله موافقم برای کانتکتش هم فرستاده برای دفتر تلفنش ها میگم وصلیم یه روز توی عراق بودم به یکی از این عراقی گفتم که گوینم این این اطلاعاتیه گفته بود اطلاعاتی باشی و با تو چه میشه گفت نه فکر کنم اسم شماست نه بابا اینجا اطلاعاتی بودن کلاس داره همون از روز اول میگن میگن تو شما تو استخبارات رفتیم دیگه در جریان باشید دیگه کاری داشتید در خدمتی پرابت نام زنگ زدم نه هم جواب بده <applause> اینجا نمیتونیم بعضیشون تو توییتر جمعشون کنیم میان تو توییتر ما وصلیم دیدی چیجی توییت میزنم بعضیشون همه هم, هم میدونن <تص> خیر انشالله استفاده از مدعی برادر عزیزمون همسفر حج ما بودن و خاطرات خوبی باشون داشت الان که دور بر من چقدر خطرناک آقا اخراج مخراجتون نکنن الله <applause> اللهم عجل ولی یک از و افیت و نصر و جعلنا من خیر عوانهی و انصاره و المستشهدین بینیده تحجیل الفرز و قطب آلم امکان حضرت ولی از سلواتی هم